حکم تبریک کردن کافران به ایدهایشان. سوال: حکم تبریک کردن کافران بر ایدهایشان چیست؟ جواب: حمد و ثنا به پروردگار. تبریک کردن کافران در عید کریسمس یا دیگر عیدهای دینشان با اتفاق دانشمندان اسلام حرام است، چنانکه شیخ ابن قیم رحمه الله آن را در کتاب احکام اهل ذمه نقل نموده چنین گفته است. اما تبریک کردن به شعار و مراسمی که مخصوص کافران است با اتفاق علما حرام می باشد، به مانند اینکه آنها را در عیدها و روزشان تبریک نموده بگوید عیدت مبارک باشد، یا در این عید شاد و خرم باش و یا مانند آن. اگر گوینده این سخنان از کفر سلامت هم بماند، اما این عمل از جمله محرمات یعنی از گناه های حرام شده به حساب می رود و گناه آن به منزله تبریک کردن او به خاطر سجده اش به صلیب است، بلکه گناه آن در نزد الله بزرگ و بدتر از تبریک کردن به نوشیدن شراب، قتل، زنا و دیگر گناهان می باشد. بسیاری از کسانی که دین در نزدشان ارزش ندارد در آن گناه واقع می شوند و زشتی کار خود را نمی فهمند، زیرا کسی که بنده را برای گناه یا بدعت یا کفر تبریک کند خود را در خشم و غضب الله سبحانه و تعالی قرار داده است. ابن قیم با آخر رسید. همان گونه که ابن قیم ذکر نمود، تبریک کردن کافران به مناسبت عیدهای دینشان حرام است، زیرا تبریک کردن در حقیقت اعتراف نمودن شعار و مراسم کفر آنان و راضی بودن به آن است. اگر چنده او برای خود این عمل کفر را نمی خواهد و از آن راضی نیست، اما برای مسلمانان حرام است که به شعار و مراسم کفر راضی باشند یا دیگری را به آن تبریک کنند، زیرا الله سبحانه و تعالی از آن راضی نیست، چنانه که الله سبحانه و تعالی در قرآن در سوره زمر آیت 7 فرمود: اگر ناسپاسی کنید پس بدانید که الله از شما بی‌نیاز است و هرگز ناسپاسی را برای بندگانش نمی‌پسندد و اگر شکر او را به جا آورید آن را برایتان می‌پسندد. اینچنین الله سبحانه و تعالی فرمود: امروز دینتان را برایتان کامل کردم و نعمت خود را بر شما تمام نمودم و اسلام را همچون دین برایتان انتخاب کردم. سوره مائده آیه 3. و تبریک کردن آنها به مناسبت آن عیدها حرام است، خواه آنان همکار او باشند و یا نه. اگر آنها ما را در عیدهایشان تبریک کنند، ما به آنها جواب نمیدهیم، زیرا آن عیدهای ما نیست و الله سبحانه و تعالی از آن عیدها راضی نیست، چونکه آن عیدها عیدهای بدعتی و نو ایجاد شده در دینشان است و یا آنکه در زمان پیش مشروع بود ولی با آمدن اسلام منسوخ شده است. دینی که الله سبحانه و تعالی آن را به واسطه محمد صلی الله علیه و سلم به سوی تمام بشریت فرستاد، الله در این باره چنین فرمود: هر کس که غیر از اسلام دینی دیگری را بجوید هرگز از او پذیرفته نخواهد شد و او در آخرت از زیانکاران است. سوره آل عمران آیت 85. قبول کردن دعوت آنها به این مناسبت حرام است، زیرا این از تبریک کردن بدتر است، چونکه این شرکی در آن به حساب می رود. اینچنین برای مسلمانان مانند ساختن خود به کافران با برگزاری چنین جشن‌ها و یا تحفه دادن و به همدیگر و یا تقسیم کردن شیرینی و خوراک و یا استراحت ایران کردن آن روز از کار و فعالیت به مناسبت این گونه مراسم ها و غیره حرام می باشد، زیرا پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: کسی که خود را با قوم مانند سازد پس او از جمله آنان است. شیخ الاسلام در کتاب خود اقتضاء الصراط المستقیم لمخالفت اصحاب الجحیم گفته است: مانند ساختن خود به آنان در بعضی از عیدهایشان باعث شاد شدن آنها نسبت به عمل باطل می شود که بر آن هستند. شاید این حرص و طمع آنان را برای پیدا کردن فرصت مناسب و خوار نمودن بیچارگان ایجاد نماید. سخن شیخ الاسلام به آخر رسید. کسی که از این عملها را انجام بدهد گناهگار است، خواه آن را از روی خوشرفتاری انجام بدهد و یا از روی مهر و محبت انجام بدهد یا از روی شرم و حیا انجام بدهد یا به خاطر دیگر سبب ها انجام بدهد، زیرا این نوع از درویگی در دین الله و یکی از سبب های نیرومند ساختن نفوس کافران و افتخاری
آنان به دینشان است. از الله تعالی می پرسیم که مسلمانان را به دینشان عزت بدهد و به آنها ثابت قدمی و استواری را روزی بدهد و آنان را بر دشمنانشان پیروز گرداند، زیرا او نیرومندی کس ناپذیر است. مجموع فتاوا و رسائل شیخ ابن عثیمین جلد 3 صفحه 369.